تبریک میگم پارمیدا جون، برای انتخابتون خوشحالم که یک خانم قرار مدیریت ساختمون رو به عهده بگیره. خبر فوری، مفسد بزرگ اقتصادی نونین که در زندان به سر می‌برد در هنگام انتقال از زندان به دادسرا با مضروب کردن ماموران بدرقه متواری شد. آنها در هنگام فرار عابر پیاده‌ای را زیر گرفتند که فرد مضروب هم چند ساعت پیش در بیمارستان درگذشت. من هم یکی از اهالی دور باشم برام غنیمت. شام سرک. مثلا نریمان مولایی یا مثلا ناصر معینی یا چه می‌دونم مثلا مدیر مشیری. من به شما میگم این آدم از بن مشکوکه. برام من از این مشیری می‌ترسم. اما تا زمانی که تومه در اطرافش باشد، امید هم هست. دید زدن از بالا ریسک است، اما سریع ترین راه برای پیدا کردن یک هدف جدید است. آه. سرهنگی مستندات چیه میبینی؟ نگاهی حیوان بزرگا دارن کچکار میخورن. نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است. داره غذاش رو میخوره، مثل انسان که گاو و گوسفند و مرغ میخوره، اونم داره غذاش رو میخوره. چیزی که کریهه اینه که یک موجودی هم نوع خودش رو بدره، که انسان گهگاه میبینیم این کارو بدون هیچ دلیلی انجام میده. شما ولش کن، ولش کن، بذار یک کارتون ببینیم بشوره ببره پایین. نه نگاش کن، نگاش کن چقدر خوبه. بفرمایید. بفرمایید کارتون. چقدر خوبه. کارتون نگاه میکنی؟ ما هر روز با خلیلزاده این ساعت میشینیم اخبار نگاه میکنیم، امروز به دستور ایشون داریم کارتون نگاه میکنیم. ساعت چنده؟ من ساعت ندارم. به به آقای مشیری، ساعت آب گرم. ساعت آب گرم غلطه، باید گفت صحت آب گرم، به معنای آرزوی سلامتی و تندرستی برای طرف مقابل. احسن، ما که البته جمعیان آرزویی نداریم غیر از سلامتی جناب آقای مشیری، از بس که این مرد پاک دسته. پاک دسته خودتونه؟ نه به جان برام، راست میگم، شما عین برادرم میمونی. یه وقت اگه کاری داشتی نگی، من ناراحت میشم. خیلی ممنون. چیزی ناراحت میشه برام بهش نگی؟ آخه همه چی هست. آقا چطوری همه چی از شما از زندان با یه شلوار و پیرهن و 15500 تومان پول اومدی؟ مگه میشه همه چی باشه عزیزم؟ ما مردیم. البته اگه یه تلفن داشته باشین، یه موبایل به من بدین، من خیلی خوشحال میشم. میخواین چیکار؟ میخوام تلفن کنم دیگه. بله چشم. راستی شما قفل رو عوض کردید؟ بله بله. چطور مگه؟ همه کلید دارن. روزها به هر حال همیشه کسی هست که در رو باز بکنه. یه قانونی ما وضع کردیم تو این عمارت که از ساعت 12 به بعد درها قفل میشن. خب اگر کسی بخواد بعد از ساعت 12 شب بیرون میره، بعد چیکار کنه؟ معمولا اینجا بعد از ساعت 12 کسی تردد نمیکنه، اما اگر شما میخواین تشریف ببرید، من میتونم کلید در اختیارتون بذارم یا در براتون باز بکنم. خیلی ممنونم. من دو تا تلفن میکنم میارم براتون. ممنونم. ببخشید. دیدین فیلم قتلشو؟ دیدین مشیری رو؟ فیلم قتل نادر مشیری دیگه چیه؟ بابا همین فیلمی که آتوسا خانم گوشته بود تو گروه دیوار به دیوار، دیگه چطور ندیدی؟ بابا اون چه ربطی به آقای مشیری داره؟ من اینو نمیدونم. آقای من این چه حرفیه میزنی جناب سرهنگ؟ آقا نونمین کیه؟ نادر مشیری کی؟ از زندان فرار کرده نادر مشیری کی؟ میخواد 12 شب بعد بره بیرون. نادر مشیری کی؟ قاتل نادر مشیری. بابا پس اون قاتل نادر مشیریه. مشیری. اون فیلم انقدر بی‌کیفیته که هیچ چیزی توش معلوم نیست چی به چیه. اتفاقا من یه دونه با کیفیتشو دانلود کردم، خیلی خوبه. نگاه رو من دیدم خلیلزاده جان، نگاه کن ببین چه جوری رانندگی میکنه. از وقتی جرایم و راهنمایی رانندگی سنگین کرده، اصلا کسی دیگه خلاف نمیکنه، همه بین خطوط. راست میگه، اینو من قبول دارم. الان یه دوربینایی هم آوردن نقطه زنه، دیگه همه باید بین خطوط حرکت کنن. اگر کسی بخواد اینور اونور بکنه، خیلی ریسک کرده، جریمه‌اش خیلی زیاده. به هر حال با یک چنین فیلمی نمیشه کسی رو قضاوت کرد. نمیشه. آقا باشه، اصلا ایشون داره درست میگه. 1% احتمال بده ما با یک قاتل زیره یه سقفیم، چه کنیم؟ سرهنگی بگو. اگر شواهد باشه، اگر دلیل باشه، به پلیس زنگ میزنین، گزارش میدین. من نمیفهمم، یا ایشون داره یه چیزی میگه که من نمیفهمم. آقا شاهد این بالاتر. من هیچ اعتمادی به این فضای مجازی ندارم. خبر رو توی روزنامه،
تلویزیون و رادیو دریافت. در شما بعیده با این تحصیلات. راست میگی بابا جون، الان فضای مجازی یه طوری شده که هر کی اون ور دنیا یه عطسه کنه این ور دنیا بهش میگن عافیت باشه. آفرین آخلیل زاده، آقا دنیا داره ثانیه‌ای پیشرفت میکنه. سرن کجایی؟ آقا اصلا من نفهم. درست. من بی شعور، من بی سواد، مثال دارم میگم بهتون، میگه صحیحه. آقا این مشیری برای چی تلفن منو گرفت رفت؟ مشیری برای چی آمار ساعت 12 شب به بعدو گرفت؟ میخواد فرار کنه؟ نگید برام نگفت. دلخورم من نشید. سرهنگ این تلفن گرفت رفت با رفیق شماهنگ کنه فضای فرارش آماده کنه. علیزاده باهوش. یک ضرب المثل قدیمی هست میگه یک بار صبر بکن هزار بار افسوس نخور. برای یک ویدیوی نامعتبر نمیشه به کسی انگ قطع زد. یالله بفرمایید. تقصیر شما سایه جناب سرهنگ چهرباز. جناب سرهنگ چهرباز بابا این گروبان هم نیست. تو چی میگی جلو جناب سرهنگ؟ تو گروبان هم نیستی جلوش. کارشه چهرباز بزرگه. شیر بهرام من که شنیدم شما چی رو به کی گفتی؟ ببخش جلو شما گفتم ولی بعد بهش میگفتم بدونه. اما برگشتم بگم که اگر ثابت بشه ایشون همون قاتل فراریه، در کسری از ثانیه کتبسته تحویل پلیس. به جان بهرام کوچکترین شکی به توانایی شما من ندارم. تو که وجودشو نداری. بابا زشت بود جلوش. زشت بود جلوش. چرا حرف نزن دیگه؟ آزاد بهرام نزن بهرام. من بهرام تو خواهی بزنم. من احترام موی سفیدو شدم. بزن بیا. زد ها؟ زد بی معرفت میزنی؟ نامه جوسفا ماشی انجینیر سیویل شپو بو کنسیلیه سور لی شانتیه نا محمد. C'est vous l'avocat. Vous êtes l'expert. داره خارجی حرف میزنه. داره رمزی صحبت میکنه که ما نفهمیم. شیخ ببینم چی میگه. مگه شما متوجه میشین چی میگه؟ ببخشیدا. مثل اینکه شماها یادتون رفته من زبان آلمانی رو عین زبان مادریم بلدم. خب حالا چی میگه؟ چقدر لهجهش بده. بعدم نیست، افتضاحه. فالوورهای محترم، آنچه شما همکنون در حال مشاهدهش می باشید تصاویری است از نون میم که در حال صحبت با خارجه برای ایجاد زمینه فرار می باشد. اگه شما دوتا گذاشین من بفهمم این چی میگه. الان شما میشنوین چی میگه؟ پس نه، داره یه چیزی راجع به سفر میگه. سفر؟ بیا دیگه میخواد در بره. بهتره برم تحقیقات میدانی. آتوسا، اگه از من فیلم بگیری هم خودت هم موبایل تو میندازم تو دیگه اسید. فهمیدی؟ من خیلی خشنم. فهمیدی؟ نه نمیگیرم. کیان یعنی ممکنه منو بندازه تو دیگه اسید؟ از پارمیدا خانم هیچی بعید نیست. نوش سپاسه وول اکسپر. وای جاتم وات کود فیل. مرسی. او با خوب هستین؟ خیلی ممنون. خب شما لحشتون کجاییه؟ تهرانی دیگه خانم. نه اکسانتتون رو میگم. آخه میدونین من به چند زبون زنده و مرده دنیا مسلطم. برای همین یه ذره اکسانتتون عجیب اومد برام. بله. الان شما متوجه شدین من چی میگم؟ تا حدودی. مخصوصا اون قسمتی که راجع به سفر صحبت میکردین به نظرم خیلی بحث اثرگذاری بود. میدونی اصلا اصولا به نظرم اومد که شما خیلی آدم هیجان انگیزی هستین. فقط موندم شما با این هیجان انگیز بودنتون چجوری نتونستین رای بیارین. بله من اصولا آدم هیجان انگیزی نیستم. خیلی هم دوربر هیجان نمیگردم. یه گوشه معمولا قلب کار کسی ندارم. همیشه تو فیلم ها همین جوریه. فیلم ها؟ این آدم خلافکار ها ظاهری خیلی آرومی دارن. خلافکار؟ حالا ولی به نظر من بهتره که شما روی این لهجه و اکسانتتون یکمی کار کنین. اکسانت آلمانیتون خیلی بده. خیلی. چشم حتما رو اکسان آلمانیم کار میکنم. ولی من الان داشتم فرانسه حرف میزدم. حالا با خالی بند قاتله. پورا خانم چی شد؟
آقا برام همینجوری که نمیشه راجب مردم نظر داد و راجبشون قضاوت کرد. حالا خودش میاد یه توضیحایی میده، معلوم بشه چی به چی. خانم چه حرفی شما میزنه؟ کدوم خلافکاری تو دنیا میاد توضیح بده خلاف کرده؟ بابا حرف منو گوش بدید، این آدم هفت خط بلفطر قاتله. من یه مقاله خوندم راجع مشیری؟ مشیری کیه؟ مشیری کیه خانم؟ پس با کی رفتین حرف زدین؟ آها نه نه نه، این مقاله راجع به کلماتی بودن که بار منفی داره. خب چیکار؟ چی؟ مثل همین که شما گفتیم. نه نه، هفت خط بار منفی داره؟ نه فراموش نکنین بار منفی داره، به جاش باید چی بگین؟ چی میگم؟ یادتون باشه. یادتون باشه مثبت بارش. بله بارش مثبت. توی مقاله نوشتم. تو مقاله. آره. آفرین، خسته نباشید. باشه خب. نگم. خسته نباشید. نه نباید بگی. خستگی خودش بار منفی داره. آره. باید چی بگین؟ باید چی بگم؟ خدا قوت. خدا قوت. خدا قوت به شما و کسی که این مقاله رو نوشته. خانم ول کنی، الان مشیدی چی شد؟ میدونی میخوام چیکار چی کنم؟ میخوام این مقاله رو بذارم تو گروه دیوار به دیوار، همه بخونن، ازش استفاده کنن، لذت ببرن. اومدش. جانم خانم عربشمی. خدمت. آقای مشیری، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم بسیار سپاسگزار و ممنونم. خواهش میکنم. مگه میزه گرده؟ نه دیگه، من از همون عبارات مثبت استفاده کردم. اگه میگفتم ببخشیم مزاحم شدیم خیلی بار منفی داشت. خدا قوت. آقای مشیری، بله، من و دوستانی که تو این ساختمون زندگی میکنن مسئله شون اینه که شما چطور زود آزاد شدید. خانم زود بود و من یه عمر گذشت. بسیار متاسفم، ایشالله که بعد از این شادی و خوشحالی داشته باشی. خیلی ممنون. جسارتا منظور ایشون این بود که شما چطور از زندان آزاد شدید؟ خانوادم سند گذاشتن اومدم بیرون دیگه. یعنی شما فرار نکردین؟ خانم کی از زندان میتونه فرار کنه؟ تصادف نکردین؟ نه به کسی نزدین. چه سوالی میکنی؟ به کسی نزدین؟ خانم اصلا رانندگی نمیکنم، ماشین ندارم اصلا. چرا این سوالا رو میپرسین از من؟ یه لحظه اجازه بدیم. من پوران خانم یه خوابی دیدم، زبونم لال. شما تو اون خواب تصادف کردین. خوابای پوران خانم هم ردخور نداره، دلیلش اینه. احتمالا تعبیرش این بلاهایی که داره پیاپی سر من میاد دیگه، شکستایی که میخورم. نباید از کلمه شکست استفاده کنید، بار منفی داره، باید بگید تجربه کسب کردم. تجربه بر. بله چشم، تجربه‌ای تلخی کسب کردم. از این بعد اینو میگم. بر ببخشید من این لحظه. الو، موبایل منه. بله ببخشید نظرم. حد اول برشون سخته، قتلوی بعدی قلق میاد دستشون، دستشون راه میفته دیگه، هر کی از پرشون رد چه میتونن چهار شقش میکنن نامردا. ببخشید مگه اینجا شهر هرته که یه قاتل واسه خودش تو سطح شهر بچرخه؟ پلیس دو سوته دستگیرش میکنه. بابای من همیشه میگه تهران یکی از امن‌ترین شهرهای دنیاست. از اونجایی که هر چی شما و بابا بگین صحیحه، من کلیه حرفامو پس میگیرم. کیان خانم، احیانا پدر در مورد ازدواج جوانان و تسهیل این امر فرمایشاتی گفت. ول کنین این حرفا رو. من همه جا پخش کردم که مشیری قاتل. الان 1200 نفر میدونن که مشیری قاتله. آقا چه جونی دارن این خلیلزاده ها؟ زنگ زدی به همه گفتی؟ نه نه نه، تو صفم گذاشتم. 1208 نفر بازدید کردن خبرو. دوستان ما باید همه هم مقممون رو بذاریم مشیری فرار نکنه. ببینید چی میگم. چرا زنگ نزنیم پلیس بیاد دستگیرش کنه؟ برای اینکه پولمون دستشونه خانوم. فکر کنید هرچی به زبونتون میاد نگید. آقا این الان بیفته زندان به چه درد ما میخوره؟ ما دستمون دیگه به پول میرسه؟ بدبخت میشیم. ما بعد هر کاری میتونیم بکنیم از این یه سری مدرک جمع کنیم، با این مدارک وادارش کنیم که پولامونو به اون بده، بعد بره هر غلطی دوست داره بکنه بکنه. آقا بهرام، من اصلا راجب شما اینطوری فکر نمیکردم. آ به خاطر 2000 پول میخوان قاتل رو ول کنین بره؟ 2000 پول بود؟ فهمی کنی یادم نیست برای 500000 تومن خانواده تو ازم داشت میپاچید؟ بابات با مادرت صحبت نمیکرد 10 روز؟ به این میگین 2000؟ 150 میلیون پول خانم، هرچی داشتم و نداشتم فروختم، اصل بابا داره به دنیا میاد، کک تو جیبم نیست؟ بعدم من میگم آقا پولمون ازش بگیریم، بعد تحویل برادرای زحمتکش پلیس بدیم. ببخشید من با شما بد صحبت کردم، عصبی شدم. آفرین، این شد یک برنامه درست. ما اصلا نمیخوایم که ولش کنیم بره، که ما میخوایم اول پولمون ازش بگیریم بعد بدیمش دست برادرای زحمتکش پلیس. آفرین آفرین آقا، آفرین آفرین. ای بابا تو این شرایط هم دوباره آفرین خوش تو خالی هم به من نمیگه. کی بین شما میدونه پاس دادن یعنی چی؟
من میدونم دیگه. بگو. پاس. خاک بر سرت. شما ببینید. بگو. 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 خاک بر سرم. مول شدم یادم رفت. آخرین گزینه. یعنی نگهبانی نوبتی. آفره. پاس دادن یعنی مراقبت کردن، یعنی پوشش دادن. ما الان باید همین کار رو توی امارت انجام بدیم، تقسیم میشیم. زامیاد و آرمان اتاق نشیمن، آشپزخونه، اتاق تلویزیون. خب گرفتی؟ مفهومه؟ مفهومه. میفهمی چی میگم؟ آتوس خانم، جیان خانم، شما تو امارت به صورت سیار میچرخید، خیلی نامحسوس. هر جا فرصت پیدا کردید از این مشیری فیلم میگیرید. فیلم هرچی بیشتر برای ما بهتر. پیچیده نیست؟ خیلی. میخوای تو آرمان برین آشپزخونه؟ گفتم شما کاری که من میگم میکنید، فرمانده منم. حالا پست تو شما چی مثلا؟ پست من چیه؟ من باید فرماندهی کنم، من بالا رو پوشش بدم، چند تا دست دارم. بابا منم یه جون دارم دیگه. منم برین سر بوزای خودتون. اتوس اون وری باید این براتوس خانم تو اصلا یعنی اولی محمد اینجا مستقر بشم. منو برای چی مستقر بشی؟ من اومدم اینجا بمونم چون از تو اصل بابا باید دفاع کنم جلوی این قاتل بلفطر. میدونم عامله، میدونم به من حساسیت داری، ویار داری، ولی این تو بمیری اون تو بمیری یا نیست، من رو یادت افتاد؟ همه اینا رو فراموش. نمیفهمم چی میگی. قاتل اومده پشت در. هیچی نیست، من اینجا برام اینجاست، نگران نباش. مناس برام چیکار کنم؟ درو بزن قاتل. باید درو بکنی. مناس داده پاشو درو بکنم. این وضعیتم. مناس من فرمانده عملیاتم، برم حالا یه چیزی برام بیفته دیگه، بعدش عملیات چی میشه؟ مناس برو بگو برام خوابه. برام خوابه. سلام آقای مشیری. سلام خانم، خوب هستین؟ نه اصلا. چرا؟ درد سر سکته میکنه. ای بابا خیر باشه. بله مرگ و زندگی دست خداست، ما آدم ها فقط وسیله ایم. من اصلا نگران خودم نیستم. بله برام خان هستن؟ نه نیستم. نه خوابن. و همین زودی خوابی؟ بله بله زود میخوابن. اگه کاری داریم به من بگین. نه بعد به خودشون میگم. خیلی ممنون. بله ببخشید ما چیم. تو اومده بودی از من دفاع کنی؟ مرحله اول عالی رفتی. بزنی چا؟ بزنی چا؟ منو فرستادی برم اون قاتل هست بزنم. پس من بعد میرفتم، تو نیروی من بودی. مناس وای منو پوشش خودت کرده بودی. پوشش یادم رفت، برای توضیح بدم ازت عذرخواهی میکنم، ولی عالی بود. برو بیرون. مناس یعنی چی؟ برو بیرون. مناس چرا برو بیرون؟ الان بود میشه از توشک. بعد دیگه توشک باید ببرم تو حیات آتیشش بزنم. مناس من از یه لحظه به من اجازه بده. به جون مناس نیم ساعت، جونه برام نیم ساعت. من هفت ماه کمرم توشک خوشخواب ندیده. فقط هفت. مناس زنوی. مناس نه اصلا. مناس این که مناس شیعه یه پوستم رو داخل میکنه. مناس باشه. مناس یه قلط بزنم. یه قلط جونه برام بده. آقای مشیری. یه قلط میخواستم. آقای مشیری. آقای مشیری. مناس اینا یادت باشه. مناس همه مدارک توش. کلن همه کیفا بده بیاره دیگه. امروز لازم دارم ها. پک بگیر خب. نمیخوام. بابا تو که وضعیت منو میدونی. بذاره به من دقت کن دیگه. باشه منتظرم. خداحافظ. برام بیا. بیا. من آقا. آره چشم. بیدار شدی؟ من اصلا دو دقیقه میخوام بیدار میشم دیگه. سر حال کافیمه. باشه ممنون از موبایلت. آخه من اینو دیگه از شما نمیگیرم که برای شما. آخه من لازمش ندارم. نه آخه من آقا اصلا کسی به من زنگ نمیزنه خدا شده. هیچ کس با من کار نه. من آدم بدبخت. موبایل برای شماست. نه فقط یادت باشه من این تلفن خارجی باش دادم. قبضت که اومد به من بگو من پولشو بدم. فدای تار موت آقا. این حرفا چی حالا میگن؟ پس میگیرم ازتون. ولی من لازمش ندارم. من میخوام برم داروخانه یه دقیقه. خب اصلا آقا من تو کلی بازی توش دارم. همینجوری بازی کنیم برین داروخانه. خیلی اهل بازی نیستم. آره اهل بازی. خب اصلا زنگ میزنم به دوستای قدیمیتون. اصلا زنگ میزنیم مزاحم شین. نه یعنی میگم که ببرین دیگه. من که نمیخوام اینو که الان واقعا نیازی ندارم. بعد اصلا دیگه من اینو نمیگیرم از شما. حقیقتش دستم نمیگیرمش. چرا میمت تیفوسی هم؟ همچی جسارتی نکردم. یعنی میگم این الان این گوشی دست شما بوده دیگه کلی مدرک توشه. من نگه اصلا من تو اندازه این گوشی و مدارکش دیگه بابا من نیست. یه دقیقه میخوام برم تو داروخانه و بیام. چی من لازم ندارم اصلا دیگه اینو. داری میرین داروخانه؟ خب چیز کنی آقا اصلا شما نرین داروخانه. من میرم براتون میگیرم میام. سری باشه. نه بابا خودم میرم. هوا خوبه. یه دقیقه میرم یه قدمی هم زدم داروخانه زر گوشه. شما نرو دیگه. اصلا هوای خوب چیه؟ شما میری الان زندانم بودی حالت بد میشه. من میرم یه دقیقه ما ماشین میگیرم براتون میارم. میگه ماشین برای چی؟ تا استارت بزنی این کارا
قرار بکنیم. آقا مشکلت الان استارت ماشین من، اینقدر با من بحث نکن، تعارف میکنی با بهرام. من میرم میگیرم آقا، اصلا میخوای خلاص برم استارت نزنم؟ میخوای پیاده برم آقا بگیرم بیام؟ الان تو پیاده بری من پیاده برم چه فرقی میکنه؟ آقا فرقی که نمیکنه، ولی من خیره سرم ورزشکار بودم، شما از زندان اومدی شوشت آمادگی نداری میری الان هوای خوب بخوره تعجب میکنه. آقا من میرم دیگه. آقا این خلیل‌زاده و دلپاک و زامیادم یه ذره سنتی انو فکر میکنم، شما برو پایین عزبی مشکلی پیش نیاد. بازم حالا من مشکلی ندارم. بری تا چی شد؟ چند نفر دیدن؟ فیلم خارجی حرف زدنش 1800 بار بازدید داشته که 36 بارم به اشتراک گذاشته شده. فیلم خرید بلیت هواپیماش 1019 بار بازدید شده، 42 بار هم به اشتراک گذاشته شده. اینا همه فالوورای تو هم؟ بله، قابل شمارم نداره. آتوستا نزدیک 2000 تا فالوور داره. چه غلط ها؟ اینقدر بدم میاد از این شهرت‌های کاذب. این روزا هر کی از مامانش غرق می‌کنه سلبریتی میشه. ستاره باید یه ویژگی خاصی داشته باشه، همینطوری که نیست. با اینک ببخشید، من از مامانم که غرق نکردم طبیعتاً، ولی من ستاره هم نیستم، سلبریتی نیستم. من فقط مطالب روز و جدید دنیا رو می‌ذارم توی صفم، برای همینم فالوور زیاد دارم. شما هم این کارو بکنی فالووراتون میره بالا. یعنی می‌خوای بگی مطالب من جذاب و به روز نیست؟ نه الان ببینین، خب 5 تا لایک خورده دیگه، 5 داشتم که یکیش خودتونه، یکی آقا زامیاد، یکم مهری جون. مامان من تازه قلبم گذاشته. قلبم خیلی هم جذابه پستای من. اصلا شما فکر کردین این شهرت ها برای من مهمه؟ بله واقعا که این چیزا اصلا ارزشی نداره. نداره. الان مردم دارن لحظه به لحظه اخبار یک قاتل فراری رو از طریق ما دنبال میکنن. تو گفتی 2000 تا فالوور داری؟ همین حدودا، قابل نداره. یه لایف بگیر. بچی؟ بچه جون وقتی بزرگترت بهت میگه یه کاری بکن، بگو چشم. یه لایف بگیر. پارمیدو جون ببخشید من دخالت میکنم، ولی چون صفحه شخصی خودشه خب باید بدونه برای چی شون. یعنی همین فضاهای مجازی نسل شماها رو پر رو کرده ها. من پر رو نیستم. لایف بگیر. نکته آموزنده است. خب حاضرین؟ من آمدم. 3 2 1 بفرمایید. سلام خدمت دوستان عزیز و فالوورهای نازنین. من پارمیدا گلچین هستم از نیاوران، متخصص انتریور دیزاین و طراحی داخلی ساختمان‌ها، منازل و دفاتر. اگر شما می‌خواهید که منازل و دفاتر خودتان را با کمترین قیمت و زیباترین طراحی‌ها دیزاین بکنید، با شرکت پارمیدا دیزاین به مشارکت زامی تماس بگیرید. شرکت پارمیدا دیزاین، طراحی برای تمام فصول. برای اطلاع بیشتر با وبسایت parmida.khavar.interiordesign تماس بگیرید. قطعش کن، قطعش کن، قطعش کن. اصولا پوست همه چی باید کند. منظور تو میوه جات دیگه. آره از آقای مشیری، واقعیتش من خیلی علاقه بسزایی به فیلمای جنایی ندارم، اگه اجازه بدین که من رفع زحمت کنم، درس دارم. بشین داریم یه فیلم نگاه میکنیم با هم دیگه، بعد قلقی ها. خوبی تو؟ ها؟ خوبی؟ بله، فقط این که من خیلی آرزو دارم آقای مشیری، من عاشق زندگیم. آفرین. این که یه جوان انقدر شوق به زندگی داشته باشه، انقدر عاشق زندگی باشه، واقعا خیلی خوب. بله بله، خیلی خوب. میدونی من تنها امید پدر و مادرم هستم. پدر و مادر من آدمای خوبی هستن. اصلا هم از شما بدشون نمیاد. حتی حاضرن از پول خونه بگذرن. منشی بگم پسر، من از زیر سنگم که شده پول خونه تو
پول خونتون در میارم بهتون میدم. آقای مشیری نگران نباش، پول خون به چه درد ما بخوره؟ آخه من هنوز جوونم. پول خون چیه؟ انقدر نگران نباش پسر، خوب نیست به سن و سال تو انقدر یکی حرص بخوره. بله بله خیار بخور. بله. آه زنگ زدم، من برم درو باز کنم؟ نه خودم میرم، برای من این چیزی آوردم. بله. خیار بخور. حالت چطوره؟ سلام برام. بیا قرص آقای مشیری اومدن. بله آقا مشیری بفرما. خیلی ممنون برام تو. مرسی آقا مشیری. قرص اعصاب می‌خورین؟ دیگه والا هر کی جای من بود کارخونه‌شو می‌خورد. بله من حدس می‌زنم سر آرومم به بالین نمی‌ذاری، درسته میگم؟ خیلی بد می‌خوابم من اینجا. آره ایشالله فردا جا به جا بشم درست میشه. اه پس دارین فردا جا به جا میشین درسته؟ آره دیگه فردا با امید خدا اونجا جدی. سیم کارت من کو؟ بفهم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اون جایی که میخوایم برین سرده؟ سرد؟ نه ولی اگه دوستش داری پیشکش مارو. نه بابا زامیات جان زشته جان آقا مشیریه. مرحبا دالر؟ بابا ای این همه دالر؟ من آقا ای بابا عیدی میخواییم بدون اونا رو؟ آره چه موقع عیدی دادنه؟ نو دون اونا رو شم خریده رفت اینجا بابا نکن بابا اوت کنم جمعه دارم دو پیس الو دو پیس الو سلام قربان من پدر دانیال هستم با خیلی مسکر با میخواستم ببینم اگه شما امشب تشریف میارید من میام فرودگاه شناسنامه رو ازتون بگیرم. شناسنامه جلی رفت. بله نه همون میام دم گیت. اوکی من یه کچلوار قهوه‌ای میپوشم با یه پیرهن راه راه. خیلی ممنونم. خداحافظ. ما بریم پیش بقیه. آره فکر کنم امری ندارین؟ بارو بندی رو جمع کرده داره میپیچه به جاده. دلاراشم خریده پرنده پرید. به هر حال ایشون با سند آزاد شدن، ممنوع الخروج هم هستن. کجا برن؟ سر اگه اینا هفت خطن آقا شناسنامه جعلی زده جلوی ما گفتانه میرسه دستش. ای بابا با شناسنامه که از کشور خارج نمیشن که، گذرنامه لازمه بابا جون. زمینی خودشو میکنه تو پوست گوسفند بعبکونا میپیچه میره دیگه. مشیری کلاسش بالاتر از این حرفاست بخواد بره تو پوست گوسفند. اونی که من شناختم احتمالاً هواپیما میدزده. ولی منم با یه خورده آشنایی که از آقا مشیری دارم بعید میتونم از این کارو بکنم. گوران خانم خودم رفتم 10 تا داروخانه یه قرص به من گفته بود بگیرم، 10 تا داروخانه این شهر من گشتم پیدا نمیکردم. چرا؟ قرص مال آدمای عصبی قاطه، آقا یارو دیوانه است. اصلا این خلافکارا و قاتلا یه تختشون کمه. حالا نمیدونم اول دیوونه بودن بعد خلافکار شدن یا خلافکار شدن بعد دیوونه شدن، اینو من نمیدونم. یعنی همه این کارهایی که کرده برای هیجان طلبیش نیست، برای دیوونگیشه؟ آره دیگه خار دیوانه است دیگه. آدم سالم که دنبال کار شهر نمیره، آدم سالم اصلا دنبال کار نمیره. منو ببین نشستم یه گوشه دارم نون ماستمو میخورم. به هر حال شیر بهرام شما این مدت که با ایشون نشست و برخاست داشتید و اینور اونور رفتید هیچ چیز مشکوکی از ایشون ندیدید؟ چطوری ندیدم جناب سرای؟ فقط منو میبره کجا؟ دم آژانس هواپیمایی، دم آژانس مسکن، فقط جای مشکوک. خب اونجا چیکار میکرد؟ رفته فرارش رو برنامه ریزی کنه. ولی من یه مورد مشکوک دیدم. چی؟ داشت به صورت رمزی با یه نفر آلمانی حرف میزد. خب شما که خودت استاد زبان آلمانی هستی متوجه نشدی اون چی میگه؟ دارم میگم رمزی دیگه پوران جون، یه جوری حرف میزد که من فکر کردم فرانسویه. یه تلفنم کرد به یه نفر
بلیط یه سره سفارش داد. بفرمایید سرهنگ، تمام شواهد داره میگه که اون قاتل فراری جناب آقای مشیریه. بلند شد جناب سرهنگ، دست رو دست نذار، به پر پایین دستگیرش کن، یه زنگم به پلیس بزن، ما از همین بالا مواظبتیم. خیلی خوب. آقا این قاتل نبود من برام رضایی نیستم. این خواهد توی نشون کناتری نیاورون رو بگیرین و با من آشنا. من میشناسم چند تاشون رو، اونا نمیشناسم. الو کلانتری نیاوران، سلام عرض کردم جناب سروان، من سرهنگ دلپاک هستم. بله البته سرهنگ بازنشسته. بله بله، خیابان نیاوران، نبش شیرین، شماره 9. تک زنگره. بله جانم، تلفنای بیمورد از این آدرس. بله ایشون خانوم پوران ابریشمی از ساکنین اینجا هستند. ما مشکوک به دور از جون فوت ایشون بودیم و مشکوک یعنی به قتل ایشون بودند. بله اون موقع تماس گرفته شده بود آقای آرمان خلیلزاده. بله ایشون واقعا آدم ربایی شده بودن، گروگانگیر. بله بله نه گوشی خدمتتون باشه جناب سرهنگ، خیلی عذر میخوام، گوشی خدمتتون، کسی از اینجا زنگ زده گفته که اینجا سوسک داره. بله مهناز زنگ زده. چه میخنده؟ مهناز سوسک دیزه زنگ زده پلیس. برای سوسک؟ آدم واقعا برای سوسک به کلانتری زنگ زده. چطور نمیزنه؟ اجازه بدید. زن ترسیده زنگ زده پلیس. پلیس امتر اینجاست. بله بله. خصوصیتی که شما پیشرفته است. بله بله. میخواستم در مورد یک مورد جدید با شما صحبت بکنم. بله حتما خبر دارید در مورد اون زندانی فراری که در واقع در حین انتقال از دادگاه به زندان یا از زندان به دادگاه فرار کرده بوده و بعد با یک عابر پیاده تصادف میکنه که باعث مرگ اون عابر پیاده میشه و ایشون بعدن متواری میشه. بله نشنیدید؟ فیلمش همه جا فیلمش بوده همه. میفرستیم براش؟ استعلام میگیرید. بسیار خوب. به هر حال جناب سروان الان یک مورد هست در منزل ما با همون خصوصیت‌ها، یک فرد اینجا هست. بله بله پس بعد از استعلام با ما تماس بگیرید. بسیار دلر کرده داره خدا. گفتم استعلام میگیرن به ما خبر میدن. ولی اون لحظه ای که اینجا رو محاصره کنن دیگه خیلی هیجانش زیاد خواهد بود. خبر چم شد برادرا بس میان دیگه. نگفتن چجوری میبرنشون؟ پلیس چجوری میخواد استعلام بگیره؟ یعنی به ما اعتماد نداره؟ اعتماد مردمش؟ به مردمشون، به خونه ای که زنگ میزنه به کلانتری برای حضور سوسک در خانه اعتماد بکنن. حرفی میزنید شما؟ آقا خب میومدن خودشون میدیدن سوسکو با چشم خودشون. نداشتیم چه وقتی بیرون رفتن هرگاه بابا بیا پایین بابا خون عزیز من کتککاری نکنید بابا وایسا هیچ چیزی نداره. جایی تشریف میبرید قربان. بله میخوام برم میدون برای در قفله. خانم پارمیدا درها رو قفل کرد. بله ساعت که هنوز 12 نشده که. قانون جدیده. آقا من کار دارم باید برم بیرون، لطفا درها رو باز کن. آقای مشیری باشه جناب صاحب میخوام بزنیم بره. من تو من باهاش میرم مراقبه بشم. تو میخوای مراقب من باشی؟ آره من میخوام. آقا اصلا برای چی باید یکی مراقب من باشه؟ جناب مشیری اگر کاری دارید بعد موکول کنید به فردا، امشب تا صبح شما تحت نظر هستید. شما منو تو خونه حبس کردید، بهم هم نمیگید چرا؟ نکن. چراش که معلومه. عزیزم دلیلشو خودت بهتر میدونی. عزیزم من هیچی نمیدونم. عزیزم وقتی یه عده آدم بهت میگم بمون مثل بچه آدم بمون مثل دهنم وسته باشه دیگه. با من درست صحبت کنم. عزیزم با تو درست صحبت کنم. زمین بزنش. عزیزم برای من صدا تو بلند نکن. صدای من از همه تو بلندتره. نه دیگه نه واسه بچه زمین داد دیگه نه. جناب سرهنگ به هوش اومد. ببین جون بخوری جوری میزنم دیگه پانش. آرمان جان خشونت به خرج نده، بذار ببینیم چیکار باید بکنیم. پسرم به هوشی میبینی میشنوی؟ آره چرا اینجوری میکنی؟ چرا منو بستی به صندلی؟ مگه قاتل گرفتی؟ آه دیدی خودش اعتراف کرد، ما که حرفی نزدیم.
خودش گفت من قاتلم. فیلمشو گرفتی یا نه؟ بگی بگی میگیرم آقا. شما مطمئن باش من انقدر فیلم میگیرم 2 دقیقه دیگه هم میذارم رو نت. یا منو باز کنی یا از همتون شکایت میکنم. جناب مشیری خواهش میکنم. جناب مشیری یک شرایط استثنایی بحرانی و کمی خشونتبار ایجاد شد که خود شما توی ایجادش دست داشتی. من چیکار کردم؟ من اصلا نمیدونم چرا تو این وضعیتم. نمیدونی چرا تو این وضعیتی؟ چه فیلمی هستی تو؟ کی بلیط یه سره گرفته؟ شما کجا میدونم بلیط یه طرفه گرفتم؟ ای ناقلا تو فکر کردی ما خبر نداریم میخوای چی کار کنی؟ ما از همه چیک و پوکای تو خبر داریم. ما میدونیم میخوای فلنگو ببندی بری. کجا برم؟ من یه داروخانه میخواستم برم اینجام رفت. بله بله درست میان. من فیلم بردار این کار هستم. من بهرام رضایی هم بچه سلسبیلم. دیروز نذاشتم این قاتل فراری بره، خودم رفتم داروخانه و دوست دارم که این فیلمو لایک کنید و همرسانی کنید. چی داری میگیری؟ حالا کجا میخواستی بری آقای مشیری ها؟ جنوب فرانسه؟ جنوب آلمان؟ کجا؟ شرق؟ غرب؟ استرالیا؟ بگو آقای مشیری. شما همه تون یه چیزی میزنین نه؟ درست صحبت کن با خواهر من. درست حرف بزن. مال مردم خوره فراری مجرم قاتل این بچه. آرمان جان خواهش میکنم داد نزن. این داد زدن ها به خشونت میانجامه. ما باید صبر کنیم تا پلیس بیاد قضیه رو حل میکنه. سرهنگ شما کجا بودین یه ساعت پیش که همین آقا با چاقو اومد بالا سر من، تهدیدم کرد به قتل، گفت پول خونتم میدم. من کی همچه حرف زدم؟ توهم. تو اینو نگفتی به من؟ بابا دیوانه است این پسره. ببین من اعترافگیری نرم انجام میدم، آرمان اعترافگیری زبر انجام میده، خاورم کلن فیتالیتی میزنه فینیشیم. خودت انتخاب کن چجوری دوست داری حرف بزنی. اعتراف کن. به چی اعتراف کنم؟ من کاری نکردم. جناب مشیری 3 تا سوال مشخص هست. 1 اینکه شما چرا بلیط یک طرفه گرفتید؟ 2 چرا درخواست شناسنامه دادید اونم از کسی که نمیشناسید؟ و 3 چرا شناسنامه جعلی؟ در تایید حرف شما ببینم تو واسه چی لباس گرم توی ساکته؟ چرا وقت و بی وقت داری تماس میگیری به خارج از کشور؟ ببر بگو ببینم. خب اینا رو مثل آدم از هم اول بپرسین دیگه. حتما باید بگیریم بزنیم ببندیم. عزیز من قاتل عزیز الان داریم ازت میپرسیم، پس لطفاً درست جواب بده، مغالطه نکن. خب فیلم داره همینجوری میره، مردم چی دارن نگاه میکنن؟ بگو یه چیز هیجان انگیز، بگو چرا میکشی. جواب بده درست. همسر سابق من پسرمو با خودش برده فرانسه، من دارم سعی میکنم حضانت دانیالو پس بگیرم. شناسنامم مال پسرمه، یکی از دوستانم داده به یه مسافر که از طریق ترکیه داره میاد تهران، شناسنامه رو با خودش بیاره. الانم من باید فرودگاه باشم که این شناسنامه رو ازش بگیرم. تلفن‌های خارجی هم مال وکیلمه، با وکیلم دارم حرف میزنم. یه قضاوت با خودتون عزیزان. حتما اون شالگردم خوشگله و اون دلرارم برای دانیال گرفته بودی. اون کیف با محتویاتش خیلی وقت پیش هادیان بوده. من همه سعیم اینه که حضانت بچه‌مو پس بگیرم. آقای مشیری تو رو خدا ادای این پدر خوبا رو در نیار. آره دقیقاً. میدونم خانم شما هنوز پدر نشدی، نمیدونی پدر پدره حتی اگه قاتل باشه. مهربون جناب مشیری من یک سوال مشخص دیگه دارم. فرارتون از زندان رو چجوری توجیه میکنی؟ کدوم فرار؟ کی فرار کرده از زندان؟ آقا عزیز من یعنی چی؟ همه چیش هست، اسناد و مدارکش موجوده. من برگه ترخیص از زندانم تو جیبمه، بیاین نگاه کنین دیگه. آرمان جان نامه رو بده. من بستشو میگیرم. این جیب نه، این جیب. میزنم تو دهنتا. الان که دستت بسته است. زبری نکن آرمان جان. مثلا یه ذره با زاویه بگید. نه یعنی میگم بله اینجا نوشته شده که ایشون با قید ضمانت از زندان آزاد شده. تاریخش چی؟ تاریخش؟ تاریخش هم درسته. وای یعنی هم قاتل هم جاهل. خیلی حیجان. دوستان ببخشید من یه سوال دارم، اصلا همه اینا درست فیلم تصادف تکلیفش چی میشه؟ نگید به من که اونم دروغ بوده. فیلم تصادف چیه؟ کدوم فیلم؟ همون فیلمی که اون عابر پیاده رو بنده خدا له کرد یه فرار کرد. فیلم اون فیلمش هست. زام بیاد نشون بده بابا. آرمان نشون بده، نشونش بده. یک لحظه اجازه بدید شرایط رو از اینی که هست پیچیده تر نکنید. من میرم با کلانتری تماس میگیرم ببینم استعلام گرفتن. سرای همون کلانتری نیاورون اون پس که آشنای من آشنا. وجدان داشته باشی خفت میکنه.
خیلی خودتو ننداز رو من نگاه زدی کشتی رفتی اینا چیه شما نگاه میکنین شکل یعنی واقعا فکر میکنی راننده این ماشین منه نه پس قدرت شبکه های مجازی رو دست کم گرفتی نه تو فضای مجازی خبر مثل باد میپیچه و مثل طوفان میره جلو بابا این فیلم اصلا تو ایران نیست ما از این موتورای سه چرخه نداریم اینجا این تاکسی مال ما نیست سید اسماعیل میدونه کجاست سید اسماعیل داره من خودم سوار شدم کاش فیلم میگرفت آره. خلاصینم داره خلاصینم داره ما همتون دیوونه ای درست صحبت کن خودت ببین نه اجازه بدید کافیه جناب آقای مشیری بنده از طرف اهالی این ساختمون، این عمارت یک عذرخواهی بزرگ به شما بده بله؟ عذرخواهی؟ بابت؟ پلیس استعلام گرفته اون تصادف در کشور سریلانکا اتفاق افتاده و اون شخصی که شما دارید ازش صحبت میکنید 4 سال پیش اون قتل رو انجام داد یعنی همه چیز این آدم عادیه شک کرده بودم 2 نفر آدم نشستن یک سری تصاویر رو به هم ربط دادند و یک سری آدم همون تصاویر رو پخش کردند و برای یک انسان شریف آبروریزی ایجاد کردند. فیلم منو زنده گذاشتین رو صفحتون؟ آتوسا و کیان عزیز. بله. شما هم یک عذرخواهی بزرگ به ایشون بدید. جناب سر خواهش می‌خوام. آقای مشیری من از طرف خودم از شما بابت این خبری که پوسترتون پخش کردیم عذر می‌خوام. و من هم به نوبه خودم از شما عذرخواهی می‌کنم بابت فیلم‌هایی که گاه و بیگاه از شما در صفحه خود گذاشتم. گاه داستانی، گاه بومرنگ و گاه زنده. خانم به خاطر لایک زندگی منو بردین زیر سوال؟ به خاطر لایک؟ خدا. آروم خدا. نکن. آتوسا جان، خواهش می‌کنم تشریف ببرید و تمام اون تصاویر رو پاک بکنید. خیلی بازدید زیاد داشته، حیف نی؟ خواهش می‌کنم برید و اون تصاویر رو پاک کنید دخترم. خواهش می‌کنم. آبروی جناب مشیری. بله، بله، چشم. الو نادر تو میخوای فرار کنی از ایران؟ تمام فضای مجازی رو فیلمای تو پر کرده تو من چی کار کردی میخوای فرار کنی داداش؟ الو نادر جان مادر گوشی رو بردار نادر جان تو داری با زندگی خودت چی کار میکنی نادر؟ اون از بدکاری اون از زندان رفتنه اون از طلاقه حالا هم که آزاد شدی زدی به این تیم دست مادر خواسته این کارای تو خانمو میکشه مادر الو آقای مشیری تو زدی کشی رو گفته بعد به من خبر نمیدی من همین الان برم پلو میافتم میام موضع بدهم تو چه غلطی کردی اصلا تکان نخون تا خودمو برسونم دیوار به دیوار دلم